اینکه آدم همیشه بشنوه کشورش اول شده و بالاتر از بقیه کشوراست خیلی حس خوبیه، خیلی جالبه. ولی بعضی وقتا هم خوب نیست. مثلا آدم وقتی میشنوه کشورش رتبه های نخست مصرف لوازم آرایشی داره، هم واسش خیلی عجیبه، هم یه خورده تأسف میخوره. چون خانمای ایرانی هم زیبا هستن، هم تا اونجایی که من باشون برخورد داشتم اعتماد به نفس خوبی دارن. با ما همراه باشید، بریم دیدگاه هم خانم ها هم آقایینو راجع به این مسئله بشنوید. لوازم آرایش فروختن خیلی شغل پرسودیه تو ایران، نه؟ سودش خیلی نیست، نه، اونم مخصوصا الان. چرا الان بد شده؟ خب الان با هزار تا ارگان درگیری، کالای قاچاق، تعذیرات، اماکن، اینا همه جای خود مشتری ها، چون قیمت رفته بالا، مثل قدیم راحت خرید نمیکنن. قدیم یه خانم میومد شاید راحت 4 تا 5 تا رژ میخرید، الان میاد یه دونه اونم نیم ساعت وقت تو میگیره تا بخره. بعد متاسفانه یه سری از کالا اصلا شرکتیشون تو بازار نیست، یا باید مشتری تو از دست بده، یا بخوای بگیری مجبوری بری از بازار و قاچاق بگیری، بعد کالای قاچاق میاد اینجا شما رو 3 برابر قیمت خود جنسه جریمت میکنه. خانم مشتری شما که مشتری همیشه گیتون هست، میانگین چقدر میاد خرید میکنه از شما تو ما؟ میانگین مشتری ها ما بگم، یا مشتری یه مشتری خرید. مشتری که خوب خرید میکنه، چه خوب خرید کنه بین 200 تا 300 هزار تا 300 هزار تا تو ما خرید میکنه. دیگه آرایشی نیست، آرایشی و بهداشتی، آرایشش خیلی هم گرون نمیشه. الان بیشتر بهداشتی ها، یعنی مثلا یه ضد آفتاب خوب بخواد بخره خارجی حداقلش دیگه 40 هزار تومانه. کوچیک ترین خریدار شما چند سالشه؟ بچه ها لاک میخرن مثلا 5 سال 6 سال هم بشه. یه دختر گفتی جالت ها، یه دختر بچه داشتیم 5 سالش بود، خیلی شیک، بدون اینکه اصلا مامان بابش همراهش بشن، اومد تو مغازه یه لاک یه روش خرید، خودش هم پولش رو گرفت رفت. من تا دم پله هم رفتم دنبالش ببینم مثلا کسی باهاش از هیچ کیو نیدم، از پله هم رفت پایین. حالا نمیدونم دیگه واقعا چی بود بابا. مسن‌ترینشون چند سالشه؟ ما خب چون کرمای ضد چروک داریم سنای بالا، تا خانم‌ها که بیشتر از 20 سال که نمیشن، 20 سال چند ماه، مثلا 20 سال 400 ماه 500 ماه داشتیم، حالا مثلا میشم 70 سال. کدوم کشور خارجی پدر مادر میاد میگه آرایش نکن، بیرون نرو، موهاتو نذار بیرون، این کار نکن، اون کار نکن. شما وقتی هر چقدر محدودیتو بیشتر میذاری اون شخص حریص‌تر میشه نسبت به اون مسئله. حالا توی ایران در مورد آرایش بیشتره. یعنی چرا مادرها به آرایش دختراشون مثلا فرهنگشون این بوده، یعنی اینجوری بزرگ شده بودن که آرایش خوب نیست، که ابرو برداشتن زیر 18 سال خوب نیست، اینجوری بزرگ شدن. دست خودشون هم که نبوده که. حق دارن خانم ایرین انقدر آرایش بکنن؟ حق دارن که شاید، آره یه جورایی حق دارن که نمیخوام میگم این درسته. میشه گفت، نمیتونم میگم آرایش کردن درسته، ولی با توجه به این محدودیت هایی که بوده آره حق دارن که آرایش. شما میگید حجاب باعث میشه خانم ایرانی بیشتر آرایش کنه؟ نه، حجاب باعث نمیشه که خانم ایرانی بیشتر آرایش کنه، محدودیت باعث میشه که بیشتر آرایش کنه. به نظر شما خانمای ایرانی زشتن؟ نه اصلا. نسبت به بقیه کشورها چطور؟ زشتر از بقیه کشورها؟ نه. اروپایی یا مثلا آمریکایی؟ نه. چرا پس انقدر لوازم آرایش مصرف میکنن؟ نمیدونم، شاید اعتماد به نفسشون پایینه. اعتماد به نفس پایینشون ریشنش کجاست به نظر؟ شاید از کوچیکی باشه، تربیتشون. چون من خیلی یه چند تا کشور خارج رفتیم، اصلا خانماشون آرایش اصلا نمی کنن. اصلا آرایش نه. کدوم کشور رفتید شما؟
فرانسه رفتم، ایتالیا رفتم. یعنی مثلا خانم‌ها که دختره که میرن دانشگاه یا مدرسه اصلا لوازم آرایش با خودشون این برون من نمیبرن؟ فکر نکنم. شما دانشجویی؟ بودم، تمام شده، الان ارشدم. دانشگاه میرفتید، الان دانشگاه میرید، لوازم آرایش میبرید با خودت؟ ببرم با خودم. راستش بگید، حالا کم هم میبرید بگید. آره، همیشه یه چیزی آدم تو کیفش همراهش هست بالاخره. چرا همراهتون نگه میدارید؟ یعنی خودتون رو ملزم میکنید که همیشه آرایش رو صورتتون باشه؟ نه، من شاید تو مهمونی ها همه جا همین شکلی هم، اصلا فرق برام نداره. ولی خب دوستایی داشتم که همیشه اینجوری بودن، همه جا با همه جا فرق داشتن. ولی خب شاید همین اعتماد به نفس پایینه. چی اعتماد به نفس خانوما رو آورده پایین؟ شاید یه سری از خانوما خودشون وقتی که اینقدر آرایش میکنن باعث میشن که خب دید آقایون رو به خودشون بیشتر جلب کنن، و یه عده دیگه که اینقدر آرایش نمیکنن، آره، اعتماد به نفسشون میاد پایین. فکر میکنی چجوری باید حل شه کلا؟ اصلا فکر میکنی درسته انقدر الان فکر میکنی تو سطح جامعه ما این روندی که داریم خوبه؟ این مقداری که خانمای ما آرایش میکنن خوبه همچین چیزی؟ قشنگ نیست. بعضی هم میان خودشونو خوشگل کنن، ولی به نظر من خودشونو بدتر زشت میکنن. آرایش هم هر جا موقعی داره، جایی داره، مکانی داره، به اندازش واسه هر جای مناسبه. نظرت خانمای ایرانی زشت؟ خانمای ایرانی نه، نسبت به بقیه کشورها دارم نه، والا اگه آرایش نکنن نه. اگه آرایش نکنن خوبن؟ به نظر آرایش میکنن خودشون زشت میکنن؟ نه، آرایش میکنن خوب میشه، آرایششون که پاک میشه به نظر بد میشه. جدی؟ حالا فکر نمیکنی این نگاهی که تو داری میگی خانمای ایرانی اگه آرایش نکنن خوب نیستن، زشتن، فکر نمیکنی اعتماد به نفسشون بیاره پایین؟ والا هر کسی باید تو باور خودش باشه که خوبه یا بده. حالا اعتماد به نفست یا تو اگه از یه خانمی که آرایش نداره خوشت نمیاد فکر میکنی تأثیر میذاره رو خانم ها؟ چرا، خب تأثیر که داره، یه اون ذاتیه، آرایششونو میکنه، ولی خب دیگه اون تأثیرش فکر نمیکنی خیلی زیاده؟ چون معلوم رتبه های اول لوازم مصرف لوازم آرایش. بله، حق با شماست، منم زیاد موافق نیستم با اینکه تأثیر آقایونه. والا فکر میکنم هلوش 70% از 100% 70% تقصیر شما آقایونه. آقا دید لوازم آرایش فروختن خیلی شغل پر درآمدیه؟ نه اینجوری نیستش، قدیم خوب بود ولی الان اینجوری نیستش. چرا؟ چون دیگه الان دیگه دست یه سری خاص افتاده. یعنی چی دست یه سری خاص افتاده؟ یه برندی رو رفتن ثبت کردن، یعنی رفتن از شرکت آوردن ایران، قانونی کار قانونیشو انجام دادن. مثلا کلیه ها، کلا کار لوازم آرایشی تو ایران شغل پرسودیه دیگه. ظاهرش اینجوریه ولی ضررش هم زیاده. یعنی چی ضررش زیاده؟ تنوع جنس بالاست، ناقصی میخوره، کسری میخوره، جنس ضایعاتی زیاد داره. دیگه با هم بلد باشه تو این کار، تو بیاتش. الان 15 سال تو این کارم. کاسب کوچه مروی هم، کاسب بازارم، ولی بازم اونجوری واسم نمیذاره.